شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد وضعیت حقوق بشری و امنیتی افغانستان برگزار کرد همزمان دبیر کل سازمان ملل از نقض فاحش حقوق زنان تبعیض علیه گروه های قومی مذهبی و همچنین صدور تروریسم از افغانستان به دیگر کشورها ابراز نگرانی نمود به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه 28 شهری بر ماه در مقر این سازمان در نیویورک دایر شد نماینده ویژه دبیر کل این سازمان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سه ماهی خود را در مورد وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه کرد وی گفته است که طالبان با تطبیق سیاست های سخت خود بحران بشری را در افغانستان بدتر کرده است همزمان دبیر کل سازمان ملل ضمن نگرانی از نقض وحشتناک حقوق زنان و تبعیض علیه گروه های قومی مذهبی افغانستان گفته که یک نشست فاقلاده درباره افغانستان برگزار خواهند کرد و که در این نشست درباره نقض فاحش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو خواهد شد در همین حال مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید 90 درصد زنان و دختران افغانستان دچار مشکلات روانی شدهاند وی با اشاره به اجرای قانون امر معروف و نهی از منکر توسط طالبان گفته که این قانون نه تنها زنان را از مردان بلکه زنان را از زنان نیز جدا می کند. نشست شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی برگزار می شود که از بسته شدن مدارس دختران بالاتر از کلاس ششم توسط طالبان سه سال می گذاره. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به همین مناسبت با انتشار بیانیه گفته که طالبان از سه سال به این سو یک میلیون و هزار دختر را از حق آموزش محروم کردند. بر اساس بیانیه 38 هزار دانش آموز دختر دیگر نیسته ی سال جاری و پس از پایان کلاس ششم از آموزش محروم می شوند. این در حالی است که پیشتر دیدمان حقوق بشر هم با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان گفته بود که برخی از کشورها و نهادهای بین‌المللی به این موضوع اهمیت قائل نشدند.